توی آموزش امروز یاد میگیریم که چجوری احجام سه‌بعدی شده توی نرم افزار اتوکد رو به صورت سه‌بعدی اندازه‌گذاری کنیم. سلام دوستان عزیزم، امین شفیع‌زاده هستم با یک آموزش جدید. توی آموزش امروز میخوام در رابطه با نحوه اندازه‌گذاری احجام سه‌بعدی تو فضای سه‌بعد صحبت بکنم. طبیعتاً این آموزش به درد عزیزانی میخوره که فضای سه‌بعدی رو بهش آشنا هستن و حجم سه‌بعدی رو حداقل بلدن در بیارن. پس این پیش زمینه رو شما لازم دارید. خیلی قضیه ساده است. ببینید اگه من الان مثلا بزنم DLI Inter و این کف این رو اندازه بزنم، این خیلی راحت خب اندازه رو کف میزنه. اینو میزنه، اینم میزنه. اما سوال اینجاست که این عمودیه رو هم میتونه بزنه، یعنی ارتفاعشو از اینجا تا اینجا رو میزنم، ببینید صفر، یعنی رو کف میزنه. خیلی ساده است، شما کافیه که از UCS استفاده بکنید. الان فقط ما مشکل UCS داریم، پس میزنم UCS Inter و مثلا با UCS Face میام، این Face رو روش ست میکنم Inter و حالا میزنم DLI. خب حالا اگه الان اندازه بگیرم، شما میبینید که داره اندازه این رو هم برای شما میده. خب شاید شما بخواید رو به این ور بزنید، دوباره UCS Inter F Inter، یک کلیک رو این سطح و Inter، حالا دوباره DLI Inter و اینجا رو هم میزنید. شاید شما بخواید اندازه رو روی این سطح بزنید، دوباره UCS Inter و F Inter، یعنی همون Face، کلیک رو اینجا و Inter، حالا DLI Inter و اندازه رو اینجا میزنیم. همونطور که گفتم شما لازمه به فضای سه‌بعدی و UCS و اینا آشنا باشید که احتمالاً الان متوجه شدید چیکار کردم و خیلی راحت میتونید این کارا رو انجام بدید. الان کاملاً من اندازه سه‌بعدی رو روی این حجم پیاده کردم. امیدوارم این آموزشم به درتون خورده باشه. توی کاری سه‌بعدی فوق‌العاده است، ابزار مناسبیه، در واقع ترفند مناسبیه و انشالله بریم تا روزهای آینده آموزش بعدی. ممنونم که دارید این پیج رو حمایت میکنید با لایک و شیر و کامنتاتون. بریم انشالله تا روزهای آینده.